خب با سلام خدمت سلام و درود فراوان خدمت همه دوستان عزیز، من دکتر فاطمه کشاورز مدیر برنامه فارسی دانشگاه مریلند هستم و با سپاس از هدیه دکتر الهه میرجلالی امیدیار که این برنامه های فرهنگی رو برای مؤسسه ما امکان پذیر میکنن در مؤسسه مطالعات روشن. ما امروز گرد آمدیم که از یکی از اساتید برجسته زبانهای کهن فارسی و متخصصین شاهنامه فردوسی پروفسور کتایون مزداپور بهره بگیریم و از همکار پژوهشگرمون خانم دکتر فیروزه دیانت که ایشون هم در ضمن کارهای مختلف درباره شاهنامه هم کار انجام دادن و ما بیاموزیم و واقعا شاهنامه فردوسی که به حق از نظم کاخی بلند است و از باد و بارانش گزندی نرسیده و نخواهد رسید. چه تلخ هست که ما امروز که از شاهنامه صحبت میکنیم زیاد جایی برای جشن و شادی نیست. امروز مؤسسه روشن با همکاران و همدلانش در اندوه هموطنانی که در اعتراضات اخیر جان باختن شریک هست. شاید به همین دلیله که به سوی شاهنامه رفتن و به یاری پروفسور مزداپور از گنجینه فرهنگی و هنری شاهنامه بهره برداشتن دقیقاً برای چنین لحظاتی روح بخش و راهگشاست برای ما. من هرگز فراموش نمی کنم که در برنامه سخنرانی بودم آقای ویلیام هانوی شاهنامه پژوه آمریکایی در این جمع سخن میگفت درباره پایداری ایران تاریخی به طور کلی و در پایان به شاهنامه‌ای که روی میز جلوش بود اشاره کرد و گفت ملتی که چراغی به این روشنی پیش رو دارد هرگز راه را گم نخواهد کرد. و واقعا میخوام این جمله رو یه بار دیگه براتون بخونم. ملتی که چراغی به این روشنی پیش رو دارد هرگز راه را گم نخواهد کرد. من اون روزها یک دانشجوی جوانی بودم و خب با وجود اینکه این حرف به دلم نشست ولی سالها گذشت تا عمق این کلام پرمعنا رو واقعا درک کنم که چطور خود من در هر کجای جهان در این زبان و در این فرهنگ و در این بیانهای داستانی و بسیار دلنشین اسطوره‌های قدیمی ما ریشه داشتم و هرگز احساس نکردم که به هر ترتیب اگر تصویری از فرهنگ من یا سرزمین من داده میشد یا ناآگاهی‌هایی وجود داشت هرگز احساس نکردم که میتونست منو در یک فضای قرار بده که خودم رو تنها و دور افتاده و گم شده احساس کنم. اما امروز در حضور استاد کتایون مزداپور هستیم، همونطور که گفتم خدمتون که سالها درباره زبانهای کهن ایرانی روشنگری کردن و به یمن حضور ایشون ما زنان برجسته دیگری هم الان در جمعمون داریم، یکی همون خانم دکتر فیروزه دیانت از محققینی که اخیراً سعادت آشناییشون رو پیدا کردم و از خلق مجدد شاهنامه در زبان فرهنگ کردی برای ما خواهند گفت. حسن ختاممون هم امروز محقق، هنرمند و نقال شناخته شده که ما به نام نامی گردآفرید میشناسیمشون، خانم فاطمه حبیبی، و با همون نام گردآفرید خطابشون میکنیم که خودش یکی از قهرمانان ماندگار شاهنامه هست. و گردآفرید امروز برای ما از فرانک، فریدون و کاوه خواهند گفت و از اسطوره آزادی که با این افراد میاد.
خب من از صمیم دل از یکی که این عزیزان که در جمع ما شرکت کردن سپاسگزاری میکنم و از همه شما که بعد از ظهر یکشنبه‌تون رو با ما تقسیم میکنید. اجازه بدین که بگم اون چه که واقعا پایه این برنامه رو در ذهن ما ریخت این کتاب سخنی چند درباره زبان میانگان فارسی، زبان میانگان که من آموختم از این کتاب، یعنی Lingua Franca، Persian as a Lingua Franca، زبان میانگان فارسی و شاهنامه. و این کتاب واقعا به چندین دلیل عمیقا منو تحت تاثیر قرار داد. به غیر از اون دانشی که وجود داشت و تقسیم میشد با افراد و این اساتیدی که و این خانم دکتر مزداپور به طور خاص که اغلب بخشی از زمان رو در ایران بودن بعد دوباره در آمریکا بودن و چطور با چه سخاوتمندی و دلگرمی این مسائل رو در اختیار همه قرار میدادن و یک جامعه ای تشکیل شده بود در بالتیمور که من در اون لحظه باش برخورد کردم در سالهای 2014 و 15 به میلادی و واقعا اون فضایی رو که شاهنامه در کتاب خودش داره، اون نزدیکی ها، اون ارتباط های انسانی رو من در اون جمع دیدم و در اونجا با فرد بسیار بسیار ارزنده دیگری از جامعه ایرانی بالتیمور هم آشنا شدم، آقای دکتر رضا سرهنگی که روانش شاد باشه واقعا در این زمان. و این عزیز، البته دیگرانی هم بودن، ما واقعا فرصت قدردانی از همه رو پیدا نخواهیم کرد، خانم مهوش شاهق، آقای مهران افشاری، برنامه‌های دیگری خواهیم داشت، امیدوارم که بتونیم بیشتر به این مسائل بپردازیم، ولی امروز میخوام به طور خاص فقط ذکری از دکتر رضا سرهنگی داشته باشم که با خانومشون مهری خانم سرهنگی چه با چه سخاوتمندی اون خورش قیمه رو ضمیمه شاهنامه میکردن و جمع بزرگ، انقدر اون جمع بزرگ بود که یه عده‌ای روی پله ها می نشستن برای اینکه بتونن به همه گوش بدن. و فقط خدمتتون بگم که دکتر سرهنگی در عمری که متاسفانه کوتاه‌تر از اون بود که همه آرزو داشتیم، در دانشگاه تاوسون به تدریس ریاضیات مشغول بودن و ایشون از جمله کارهایی که انجام داد انجمنی به اسم بریجز درست کرد که هر سال ریاضیدانان و هنرمندان جهان رو گردآوری میکرد و این گروه ها تا اندازه شکوفا شد که در سالهای آخر ما برندگان جایزه نوبل داشتیم در این گروه ها و رابطه ریاضیات و هنر که البته در هنر ایرانی به طور خاص در کاشیکاری و بقیه کارها خیلی مشخصه ولی در تمام هنرها ایشون واقعا میخواست این راه رو برای بینش ما باز کنه. خب اجازه بدیم من صحبتهای خودم رو کوتاه کنم، فقط میخوام خیلی خلاصه، نه اونقدر که واقعا در حقشون ادای به اصطلاح اون احترامی رو که باید بکنیم، متاسفانه فرصتشو نخواهیم داشت، ولی معرفی کوتاهی بکنم از خانم دکتر کتاین مزداپور، همونطور که گفتم زبانشناس و پژوهشگر برجسته زبانهای باستانی ایران، در یک خانواده زرتشتی در یزد در ایران به دنیا آمدن و دوره کارشناسی ارشد خود رو در رشته زبانشناسی همگانی و زبانهای باستان ایران در دانشگاه تهران به اتمام رساندن با همکاران برجسته ای از جمله دکتر مهدی بهار و دیگران کار داشتن و البته کتابشناسیشون هم بسیار مفصله. خیلی کوتاه بگم سروش پیر مغان یه مجموعه مقالات هست که منتشر کردن، از قدیمی ترین کارهاشونه گناه ویس در ارتباط با ویس و رامین و من نمیدونستم که متن پهلوی آرداویرافنامه رو خانم دکتر منتشر کردن و درباره زرتشتیان ایران نوشته های
مورد نیازی دارن که ما بشناسیم واقعا انواع تنوع فرهنگی و قومی و زبانی رو در ایران. واژه‌نامه گویش بهدینان یزد رو درست کردن و درباره اسطوره به طور کلی نوشته های فراوانی دارن، از جمله داغ گل سرخ و 14 گفتار دیگر که همه درباره اسطوره هست و اندرزنامه های ایرانی که من واقعا منتظرم که اولین فرصت به این اندرزنامه های ایرانی رو بتونم دست پیدا کنم و بیاموزم از ایشون. من دیگه سخن رو کوتاه میکنم. از خانم دکتر کتایون مزداپور که خیلی خوش آمد میگیم بهشون، خواهش میکنم که به ما بگن کوتاه که در چه زمینه ای گفتگو میکنن و گفتگو رو آغاز کنیم. بله خانم دکتر، شما هستید، روزتون بخیر باشه و خیلی مرحمت دارید خانم دکتر، از آن خیلی تعریف کرد. انشاءالله که سلامت باشید و موفق و در این دیار دور وقتی از شاهنامه خیلی دلپذیر. قرار هست که من و فیروزه جان یه مدتی با شما صحبت کنیم، ایشون کمک میکنن خانم دکتر با من. من میخوام درباره همین کتاب صحبت کنم و لطف کنید تو اگر محبت کنید گوش بدید شروع کنم. بفرمایید. اجازه هست خانم دکتر؟ خواهش میکنم، بفرمایید. من از روی متن میخونم. برای اینکه این کتاب سخنی چند در باره زبان میانگان فارسی و در و شاهنامه، در حقیقت یک دریچه ای سعی کردیم باشه برای علم و اطلاع پیدا کردن از فرهنگ و زبانهای قدیم ایرانی. در سر سخن همون مقدمه یا پیشگفتار و مقدمه این کتاب درباره چگونگی پدید آمدن آن بحث شده است. البته با یاد شادروان دکتر سرهنگی بر این یاد و یادگار غمبار، اکنون باید غم درگذشت روانشاد کامبیز بشر را هم افزود که اندوه تازه است و درودی تازه باید فرستاد بر این همیار و عزیز از دست رفته به همراهی مادر شادروان کامبیز که در همون جلسات شاهنامه خوانی که خانم دکتر می‌فرماند او هم حضور داشت و الان دیگه پیش ما نیست. برای نوشته شدن این کتاب مقدمات چندی در کار بوده تا کتاب فراهم بشه و نوشته بشه و انتشار پیدا کنه. خلاف نوشته های شناخته و ارجمند درباره شاهنامه که دامنه بحث در آنها به کلام سنگین و سنجیده و دقیق می کشد و خیلی سنگین به نظر میاد، در سخنی چند درباره زبان میانگان شاهنامه فارسی و شاهنامه طرز سخن سهل و ساده است و کوشش بر آن است که به یاد آید که خواندن شاهنامه کاری دشواری نیست و سهل و آسان می شود شاهنامه را خواند و با رستم و اسفندیار در سر هفت خان آن هم باشد. در سرسخن یادآوری شده است که سرکار خانم دکتر مهوش شاهق جلسات شاهنامه خوانی در بالتیمور آمریکا را در سال 2010 میلادی به راه انداخت. سپس دکتر شاهق و جناب استاد احمد برهانی نوشتن این کتاب را یاوری و همراهی کردند. دکتر پیام شیخ عطاری آقایان افسری، آقای مهدی شیخ عطاری پیش افسری در فراهم آمدن این کتاب یارمند و کمکار بودند و یاوری. از همیاران نازنین خود دکتر فیروزه زرابی، دکتر محمد قاریپور، دکتر نوشین میرخشتی و عزیزان دیگری رو باید نام ببریم و از ما سپاس گذاریم. مسئله و پرسش نخستین که در ارتباط و در پیوند با کتاب
سخنی چند درباره زبان میانگان فارسی و شاهنامه پیش می آید و مطرح می گردد این است که چرا زبانهای فارسی، زبانهای باستانی ایران فراموش شده است و چرا از آثاری که در آن دورانهای کهن به نگارش در آمده بوده است و فقط نشانهای اندک باقی است اخبار بیشتر درباره آنها انتشار ندارد و نام و نشانی از آنها نیست. برای مثال می دانیم که کتاب مادیان هزار دادستان که درباره قانون است و اتفاقا باقی مانده است، اما این اصل رو نمی دانیم که مو به رستم شهزادی فرمود و گفت که در ایران باستان قانون و فقه از یکدیگر مجزا و جدا بوده است. این مسئله شهرت چندانی ندارد. راستش این است که نه تنها مردم این آثار قدیمی را چندان نمی شناسند، بلکه فقط در همین قرن گذشته است که دریچه‌ای برای بازیابی و بازخوانی این نوشته های کهنسال و بقایای پریشان و ناچیز آنها بر روی همگان مردم بازگشت و راهی برای بازیابی و بازشناسی آنها گشوده شد. اما از این آثار اندک و بازمانده به خوبی نمایی از آن جهان گمشده و دوردست با مباحث و گفتگوهای فقهی و نیز ادبی و اخلاقی و علمی، مثلا در پزشکی و مهندسی، نمایی پدید می آید و دلایل کافی را بر مبنای آن اسناد دیرین سال می توان بازیافت که دلالت دارد بر بودن و حضور مباحث متعدد و پرشمار اخلاقی و فلسفی و فقهی در آن روزگاران در این دست جهان. همین ارثی فرهنگی است که بعداً به دنیای پس از اسلام رسید و مثلا در دانشگاه جندی شاپور در محافل درس و بحث ایرانی مطرح بوده است و یا پزشکی زرتشتی همراه با ابن سینا. نام این پزشک علی اهوازی مجوسی است. این نام باز مانده است. پس چه خبر از پزشکی در اون دنیا بوده که الان در دسترس نیست؟ در قیاس با زبان سانسکریت که از نظرگاه زمانی همتای زبان اوستایی و زبان فارسی باستان است، می‌بینیم که سانسکریت هنوز زبانی زنده که جمعی حتی به آن صحبت میکنن، حرف میزنن و در هندوستان هنوز آن را زنده نگه داشتن. در مدارس رسمی سانسکریت تدریس میشود. طبعا خواندن و قرائت متون به این زبان هنوز هم معمول است. سپس زبان لاتین را هم میدانیم که زبان زنده و رسمی است در کلیسا و در دیرهای مسیحی و آموختن آن در دانشگاه و در مراکز متعدد با ترسهای مختلف رواج دارد. چنین است که هم سانسکریت و هم لاتین هر دو زنده و پاینده ماندند، هم در صورت شفاهی و هم در شکل نوشتاری و کتابتی. زبان یونانی هم پایدار مانده است و باقی است. صورت جدید و تازه آن به همراهی شکل قدیمی زبان و متون و شناخته و کهنسال آن که شهرت جهانی دارد و همه جا مشهور است. این زبان ها پایدار و ارجو هستند با ارجو عزت عالمگیر. در این قیاس بر سر زبان اوستایی و فارسی باستان چه آمده؟ اینجاست که ما با شکلی دیگر از تحولات تاریخی روبرو می شویم. نخست اینکه زبان فارسی باستان دستخوش تغییرات بسیاری شده است و صورت جوان و فاخر آن بر جای مانده است که همین فارسی است. اما از سوی دیگر زبان اوستایی که از فارسی باستان کهنه‌تر هم است، فقط در کتاب اوستاست که آن را می‌بینیم و خبر دیگری از آن در دست نیست. نکته عجیب این است که زبان اوستا هم اصلا فراموش شده بود و حتی موبدان زرتشتی هم با دستور زبان و معنای واژگانی آن آشنایی نداشتند. ماجرایی که در این باب در کار است و حوادث غریبی که در این باره واقع شده است جای گفتگو بسیار دارد.
مختصر آن است که با انتشار ترجمه اوستا به دست دانشمند فرانسوی به نام انکدیل دوپران در قرن 18 میلادی این زبان و همچنین دین باستانی ایران به جهان معرفی شد. بعداً باز هم سالها گذشت تا از این اکتشاف خبری هم به ایران برسد و فرهنگ و زبانهای باستانی ایران به ایران معاصر و زنده معرفی شد. همکاران و نویسندگان این کتاب خانم دکتر فیروزه دیانت و آقای مهران افشاری، خانم نرگس دیانت و خانم مهری سرهنگی و من سعی کردیم تا در مکالمه و گفتگوی ساده و به اصطلاح روزنامه‌ای آگاهی و اطلاع خود را در این زمینه جمع آوریم و در اختیار خواننده گرامی بگذاریم. فکر کردیم که لحن گفتگو مکالمه شاید برای خواننده بیشتر جذاب باشد و بیشتر حوصله کند که آن را بخواند تا آنکه کتابی منظم و یک نواخت رو در دست گیرد و آن رو درباره موضوع واحدی مطالعه کنه. به عبارت دیگه پراکندگی و متعدد بودن موضوعات شاید ابزار و وسیله‌ای باشد برای جلب توجه خواننده که حوصله نداشته است موضوع واحدی در این زمینه را بخواند و آن را به تنهایی دنبال کند. به عبارت دیگه سعی کردیم که موضوع کمتر خسته کننده باشد و ملال آور. از این جهت هست که نکته های فراوان و پراکنده کتاب مطرح شده است. مثلا از گفتگو درباره مازندران شاهنامه که با مازندران امروزی ما یکی نیست گرفته تا معنای واژه توقیع شاهان که همون مهر شاهانه و رسم خوردن خروسپلو در عید نوروز در این کتاب آمد. به رغم اون که فرهنگ زبان‌های ایران باستان چندان شناخته و معروف نیست، اما بقای آن را در دو قالب متفاوت و مختلف می‌بینیم که تا به دوران ما رسیده است. این دو گونه تداوم در دو زمینه مختلف است. یکی از آنها توجه خاص فرهنگ ایرانی است به اصولی که امروزه به ویژه در اخلاق و همچنین در نگاهداری زندگانی و حیات و محیط زیست شناخته و معروف است و دومین آنها زبانهای ایرانی است که بر جای مانده است و آنها رو می شناسیم. اولی از این دوتا همان اصولی است که در منشور کوروش بزرگ می آید و در آن می خوانیم که شاه پارسی و با فاتح بابل فرمان داده است که سپاهیانش به طرزی رفتار کنند که حتی صدای سم اسبان آنها مردم را آسیبی نزند و آزاری نرسد. یا داریوش بزرگ و دیگران بارها میگویند که نه بر کهتران ستم کردم و نه اجازه دادم که مهتران بر کهتران ستم. این اصول امروز کاملا پسندیده و پذیرفته است. وقتی قول کوروش را مثلا در ترجمه دکتر عبدالمجید عرفایی از آن میخوانیم با آنچه 100 سال پیش از کوروش آشوربانیپال درباره فتح شورش میگوید و افتخار میکند که آن شهر را ویران کرده است. این دو رو که با هم میسنجیم تفاوت چشمگیر و بارز آنها به چشم میخورد. امروزه هنوز همانچه شاهانه هخامنشی گفتند در جهان کنونی اصولی پذیرفته است و شایان. به همین روال در کتاب اوستایی بندیداد از ضرورت کاشتن جو که منظور از آن قله و گیاهان خوردنی سخن می‌رود. در متون پهلوی بسیار از لزوم زدن پل بر روی رودخانه و آباد کردن جهان چنین احکامی و اینطور فرمان‌های دینی درباره حفاظت از طبیعت و درخت و محیط زیست بسیار تازه و امروزی است. البته این دستورهای دینی به معنای آن نیست که ظلم و ستمی در کار نبوده است و عدل و داد همواره در سراسر حیطه حکومت شاهان ایرانی فرمان می‌رانده است. اما محض وجود این جهانبینی و نظرگاه پذیرفته و تازه بش در فرهنگ ایران باستان نشان می‌دهد که ارجمندی زندگانی
ارزش حیاتی اصول استوار اندیشه و تفکر در فرهنگ باستانی ایران بوده است. ما هم نظرگاه و طرز برداشت را در باهان که پیام زرتشت هم می‌بینیم و همین ارج و ارزشی که برای زندگانی منظور می‌داشتند در سراسر اندرزنامه‌های پهلوی به خوبی پدیدار است و به چشم می‌خورد. در فقه زرتشتی مسئله پاکیزه نگاه داشتن آب و محیط زیست موضوع بزرگ و اصلی است و در مباحث فقهی دراز و پرتفصیل آن که بارها تکرار می شود آن را می شود دید. البته همه این مسائل و مباحث فقهی در جهانی از مفاهیم اساطیری پوشانیده شده است و از فراسوی بیان پیچاپیچ و آکنده از تصورات و ذهنیات و در واقع خرافات هست که این احکام بیان می شود. اما دومین بازمانده از دنیای کهن ایرانی زبان است. از آن جهان دیرین سالی که زبان باستانی اوستایی است در کتاب اوستا باقی مانده و دیگری فارسی باستان. از این دو که بگذریم می رسیم به دوران زبانهای ایرانی میانه و سپس زبانهای ایرانی جدید. برای به دست آوردن آگاهی و اطلاع بیشتر در این باره مثلا به کتاب تاریخ ادبیات ایران قبل از اسلام از دکتر احمد تفضل، آثار دکتر محسن ابوالقاسم و دکتر مهرداد بهار میتوان مراجعه کرد. و یکی از هدفها در نگارش کتاب زبان میانگان فارسی و شاهنامه آوردن نام کتابهایی از این رسته بوده است که با خواندن آنها هر کسی بخواهد بتواند به علم و اطلاع در این باره دست یابد. اما چون به دوران جدید از زبان فارسی برسیم، جهانی از اقتدار و توانمندی ادب پایدار و گسترده آن رخ می نماید. می بینیم که نه تنها زبان و ادبیات سرفراز آن به قول استاد عبدالعلی دستغیب بر هفت ستاره در خوشه پروین تکیه می زند و درفش کاویانی برمی افرازد، بلکه زنده است و پاینده. ستارگان خوشه پروین ادب فارسی را استاد دستغیب یکی شاهنامه فردوسی می داند و دیگران را یکی رباعیات خیام، آثار سعدی، دیوان حافظ، گنجینه اشعار مولای روم، آثار عبید زاکانی و شعر بابا طاهر عریان. هنگامی که از شعر بابا طاهر عریان سخن می رود با عالم دیگر از ویژگی های زبانهای پایدار و پدیدار و متعدد ایرانی روبرو شویم که به نام گویش آنها رو می شناسیم و می دانیم که صورت زنده و پاینده آنها امروزه به بیش از 100 زبان می رسد. درباره زبانهای دیگر ایرانی جز فارسی هم در این کتاب بحث شده است و به ویژه زبان کردی و گونه های آن پرداختیم که سرکار خاندکتر دیانت صحبت می کنند. شمارش این زبان ها کار مستقل و دشوار است. اسنادی در این باره گردآوری شده بود که باد رفت، نمیدونم چی شد. اما در دوران های قدیم دست کم از عهد ساسانیان آثاری بر جای هست از زبان های مختلف ایرانی. در آثار مانوی این نوشته ها رو میبینیم و همینطور از فارسی یهودی باید نام. آثار دیگری هم بر سنگ ها و جاهای دیگه مرتب کشف میشه. این نکته هست که هر کلمه برای خود تاریخچه مستقلی دارد، از جایی آمده و به صورت خاص تحول یافته است. شادروان دکتر ماهیار نوابی که کارهای بسیاری در این زمینه کرده، یکی از کارهای مهمش این بود که درباره این گونه های زبانی ایرانی صحبت میکرد و از جمله درباره دیوان شمس خوس ناصر که به زبان شیرازی هست، یعنی زبان خانگی سعدی و حافظ. دانشمند اروپایی در کتابی مسئله رو مطرح کرد که این کسانی که در تخت جمشید گرد می آمدن از اقوام و گروه های مختلف بودن با چه زبانی با هم حرف می زدن.
پاسخی که انتظار می رود این است که با زبان فارسی، که این زبان زبان خاندان شاهان هخامنشی است و کتیبه های هخامنشی با خط میخی به این زبان باقی مانده است. کتیبه های سنگی فارسی باستان در تاریخ دراز بر جای مانده و خوندن و قرائت اونها حدود 100 سال به طول کشید، اما امروزه تازه هست و هنوز وجودش بر جا. ایرانیان اینک به ویژه به تحقیق در زمینه آثار فرهنگ و زبانی ایران باستان می‌پردازند. در زمینه شناخت پژوهش در زبان‌های ایرانی، هم ایرانیان یا بهتر است گفته شود فارسی زبانان در کشور ایران و نیز خارج از مرزهای ایران، که فیروزه بر ما خواهد گفت به خوبی آسان‌تر می‌توانند در این زمینه کار کنند و آثاری که فعلا هست رو به ثبت برسونند و بر جای بگذارند. زبان فارسی امروزه به خوبی میتواند از واژه‌های کهن ایرانی استفاده کند. در این زمینه دو کلمه رو من خدمتتون میگم که از گویش‌های دیگه وارد فارسی شده. یکی کلمه واژه است و دیگری کلمه تنش، که این رو از گویش‌های دیگه و زبان‌های زنده ایرانی به زبان فارسی آوردیم و جا افتاده. ضرورتی که در کار هست ایجاد مشاغل رسمی و اداری است که پژوهش در این زمینه را رسمیت دهد. در خارج از ایران به ویژه دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به این گونه سمت رسمی و مرکزی اهمیت میدهند، اما در ایران هم امیدوارم که این کار انجام میشه ولی بیشتر بشه. اکنون بیش از 5 نفر رو من میشناسم که ای کاش دانشگاه های کشور به تحصیلات عالی اونها توجه میدادن، سمتی به اونها میدادن و از کار اونها بهره میگرفتن. در اینجا به هر حال در قبال همه این مسائل و حوادث هست که پژوهندگان و آموزندگان سرفراز ما اینکه خوبی به کار اشتغال دارن. استادان ارجمند ما در این زمینه با توان و قدرت به کار می‌پردازند. از شما ممنونم که عرایض من رو گوش دادید، خانم دکتر و همه دوستان ما. متشکرم. استاد ببخشید صداتون بسته است. عذر میخوام از همگی. یکی از کارهایی که ما خودمون میکنیم یادآوری به همه که صدا رو باز کنن. من با صدای بسته صحبت میکردم. خانم دکتر خیلی خیلی از لطفتون ممنونیم. واقعا که با این فرصت خیلی کوتاه چه نکات ارزنده ای رو در این گزارشتون و صحبتاتون جا داده بودین و چقدر این نکته ارزنده و مهمه که تا دانشگاه ها جایی باز نکنن و واقعا تضمین نکنن که افرادی که در این دانشگاه رو آموختن بتونن اینها رو وارد برنامه های درسی بکنن و ادامه بدن، متاسفانه از دست افراد کاری ساخته نیست و امیدوارم که در داخل ایرانم این اتفاق بیفته. بدون تردید در خارج از ایران در این دهه گذشته توجه خیلی بیشتری به ساختن و ایجاد کردن پوزیشن های فارسی و زبان ادب فارسی، زبان های کهن ایران توجه شده و امیدوارم که همینطور ادامه پیدا کنه. من به دوستان عزیزی که هستن روی برنامه از همه جا هستن با ما، از داخل ایران، از آمریکا و احتمالاً از اروپا هم همینطور، میخوام که اگه سوالی دارن اینا رو میتونن توی Q&A بنویسن و برای ما بذارن که ما در پایان بتونیم حداقل یه چند دقیقه رو به پاسخ دادن به این سوالها اختصاص بدیم. خیلی ممنونم از شما. من برای اینکه از فرصتمون حد اکثر استفاده کنم مستقیما میرم به قسمت بعدی برنامه، خانم دکتر فیروزه دیانت که لطف کردن و به ما پیوستن
و چه خوشحالیم که ایشون رو در نزدیکی خودمون کشف کردیم. البته ایشون همه میشناختن، ولی ما متوجه شدیم که چه ارتباطات نزدیکتر ادبی داریم با هم دیگه، و امیدواریم که در آینده هم بتونیم از حضورشون بهره برداری بکنیم. خانم دکتر دیانت دارای دکترای زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه ایالتی مورگان هستند و پژوهشگر زبان ادبیات انگلیسی و فارسی، یعنی واقعا یک برنامه ادبیات تطبیقی ما به اون این عنوان رو میدیم در این دانشگاه های آمریکا، حداقل کمپراتیو لیترچر، و پایان نامه شون با عنوان جایی که من هستم بین دو جهان، خاطرات گرافیک تاج و سلطنه و مرجان ساتراپی. و عرضم به حضورتون اینجور که من میتونم ببینم از کارهاشون، این هم یک نمونه ای از تلاششون برای زدن پل هست بین دو زبان و ادبیات، یا بین حتی دو فرهنگ به شکلی. و تازه ترین اثرشون هم همین همراهی بسیار ارزنده است که داشتن اینجا. این کتاب رو مجدداً بهتون نشون میدم، سخنی چند درباره زبان میانگان فارسی و شاهنامه. خانم دکتر دیانت، امیدوارم که این برای مردم قابل دسترس باشه اگر که بخوام یک کپی ازش تهیه کنن. حالا شما در فرصتی که صحبت میکنید این اطلاعات به ما لطف کنین، ممنون میشیم. عرضم به حضورتون تأملی در این کتاب از دید ایشون واقعا یه تأملی هست درباره زبان‌های ایرانی و کارکرد شکوهمند زبان و ترجمه از کتابی به همین نام فارسی در، یعنی شاهنامه فردوسی، افسانه سیاوش و آثار دیگری. واقعا میتونم خیلی بیشتر بگم درباره ایشون، درباره ترجمه هاشون و غیره، ولی اگر اجازه بدین فقط بپردازم به بعضی از مقالاتشون که در جشنامه استاد خالقی مطلق که ویراستار شاهنامه، برگزیده شاهنامه هستن، و تعامل سبک فارسی، برگهای تازه، نگاهی نو به کوشش دکتر کامران تلطف به چاپ رسیدن. خب خانم دکتر، من اینجا این معرفی شما رو خلاصه میکنم، فقط خدمت دوستان بگم که من واقعا هیجان زده هستم که درباره شاهنامه های دیگری که ما کمتر دربارشون شنیدیم، چون من همین امروز صبح به یمن این برنامه‌ای که امروز داریم با پسرم صحبت میکردم که روی اسطوره کار کرده، و ایشون به من گفت که حتی در زبان ارمنی تقاضای بسیار در قرن 15 و 16 برای متن شاهنامه و شاهنامه خانی بوده، و این واقعا جالبه. حالا شما حتما برای ما از گنجینه‌های دیگه از جمله شاهنامه کردی و غیره صحبت خواهید کرد، من اونو میذارم به عهده خودتون. خیلی خوش آمدید، بفرمایید. خیلی ممنونم. به نام خداوند جان و خرد، قبل از همه چی از دکتر کشاورز عزیز خیلی تشکر میکنم به خاطر فرصتی که برای ما ایجاد کرد. برای از همه شما حضار عزیز خیلی تشکر میکنم، و در ادامه سخن دکتر مزداپور عزیز، من هم از تک تک عزیزانی که نام بردم به نوبه خودم تشکر میکنم. در حقیقت همطوری که شما اشاره کردید، این کتاب فرصتی بود مختنم برای من که از نزدیک با محقق برجسته دکتر مزداپور با کارهای ایشون در رابطه با شاهنامه خیلی بیشتر آشنا بشم. گناه بیست در اون مقالات متفاوتی هست که درباره شاهنامه نوشتن، شالوده های اساطیری شاهنامه، و در مورد زنان در شاهنامه مقالات بسیاری دارن، و این فرصت مختنم بود که من بتونم از آثار دکتر بهار که خانم دکتر بهشون اشاره کردن، دکتر کریمی حکاک و بسیار افرادی که در زمینه ادب فارسی، در زمینه زبان فارسی سالهاست خدمت کرده و میکنن، بهره ببرم. و باز هم از بابت این فرصت خیلی سپاسگزار هستم. یکی از دلایلی که ما این کتاب رو نوشتیم، نگاه تیزبین دکتر مزداپور بود به گفته رئیس جمهور اسبق افغانستان اشرف غنی، که گفته بود زبان فارسی رو از ما دزدیدن.
این حرف معنا نداره، چون درسته که از لحاظ جغرافی سیاسی افغانستان جزی از ایرانی است، اما در حوزه فرهنگی نوروزه و همین نقشی که اکنون زبان فارسی داره برای تاجیکی، برای افغانی هم داره، برای کسانی که در خطه جغرافیایی نیستن ولی در حوزه فرهنگی هستند. در ایران اقوام زیادی داریم، همونطوری که میدونید، بلوچ، کرد، آذری، گیلانی، مازن، عرب، ارمنی، و اما فارسی نقش میانگان داره و این سبب میشه که هویت ایرانی تقویت شده و این نگاه در مقابل نگاه هژمونیک هست. مثلا وقتی که انگلیس کلونی هایی رو گرفتن و گفتن که شما باید انگلیسی صحبت بکنید نه فرانسه، این ناخوشایند بوده، اما این نگاه در مورد فارسی نبوده. فارسی نقش هژمونیک نداشته. بحثی که این زبان تحمیلی یا قرضی هست درست نیست. فارسی چنین نبوده، بنا به ویژگی هایی که داشته به عنوان وسیله ارتباطی انتخاب شده و در حینی که هویت ایرانی هست فرهنگ های دیگه در کنارش میمونه. و همونطوری که شما میدونید در سرزمینی داشتیم بسیار پهناور و زبان فارسی، زبان رسمی، اداری، ادبی و واسطه بین مردمان گوناگون آن خطه بوده. اون سرزمین پهناور در طی قرون تکه تکه شده، به چند کشور تبدیل شده، اما زبان فارسی و فرهنگ ایرانی و آداب و سنت های ایرانی مثل عید و نوروز و آدابی که مرتبط با اون هستن مثل چهارشنبه سوری، سمن و پزی باقی موندن. بد نیست به دکتر محمود افشار یزدی اشاره بکنم که گفتم ما دو ایران داریم، یکی با مرزهای سیاسی و دیگری ایران فرهنگی، یعنی هر جا که زبان رسمی و ملیت و فرهنگش با زبان رسمی ما یعنی فارسی و فرهنگ ما مشترکه. و استاد محمد میرشکرایی برای یک واژه بسیار مناسبی را انتخاب کردن به اسم حوزه فرهنگی نوروز که مرزها فرهنگی تاریخی هستند، سیاسی نیستند. و بیش از 1500 سال هست که زبان فارسی در سراسر حوزه فرهنگی نوروز و زبان واسط و میانگان هست. لینگوا فرانکا، گروه های زبانی گوناگونی در این سرزمین بوده و هستند. در دوران دامنه گسترش اون حتی به هندوستان و آسیای صغیر ترکیه امروزی هم میرسه. بیش از 1000 ساله که این زبان میانگان به صورت نوشتاری و رسمی در اومده و کمتر دستخوش تغییر شده. به همین جهت هست که هنوز هم خوندن نوشته های کهن برای ما میسر هست. اما استادان زبان فارسی رو از اون استفاده کردن. این استادان بزرگوار که در رأس اونها فردوسی هست با سرمایه هایی که در دست داشته شاهکاری رو خلق کرده به اسم شاهنامه. و در 1000 سالی که از سرودن شاهنامه فردوسی میگذره میتونیم بپذیریم که حتی شب و روزی نبوده که کسی در سراسر خطه گسترده از حوزه فرهنگی نوروز و ایران بزرگ و حتی خارج از این محدوده به شاهنامه نپرداخته باشه و با اون دمخور نبوده باشه. و حالا من میخوام مقداری از انعکاس شاهنامه در میان کردها و ادبیات کردی صحبت بکنم. حوادث و شخصیت هایی که در شاهنامه وجود داشتن در وارد زبان کردی و ادب اون شده. از جمله کاوه آهنگر هست. کاوه آهنگر مجسمه‌اش رو شما اگر به شهر سنندج کردستان ایران تشریف ببرید نمادش رو در یکی از میادین میبینید. در سلیمانی هم همینطور. و افرادی هستند، شاعرانی هستند که هنوز هم الهام میگیرن از وجود این شخصیت اسطوره‌ای و حوادثی که در شاهنامه اتفاق افتاده. و من شعری رو براتون میخونم از استاد بزرگواری از خطه کردستان ایران. و حالا که یک مقداری به زبان کردی اشاره کردم، کوچک گونه های زبان کردی رو براتون میگم که بر اساس موقعیت جغرافیایی میتونیم به سه دسته اصلی شمالی، جنوبی، میانی تقسیمش بکنیم. شمالی کرمان، شکاک و جزء اینهاست. دسته میانی کردی شامل سورانی، مکریانی و اردلان و مسیحا هست و جنوبی هم کلهور، لک،
ایلامی و مانند اینها هست و اینها تولیدات ادبی بسیاری دارن که اگر من بخوام در مورد اونها صحبت بکنم زمان بسیاری میبره. منتها ما در کتابی که داشتیم به یکی از نویسندگان کرد که از شهر سردشت هست و این روزها به هر حال دوران سختی را از سر می‌گذرونه اشاره کرده بودم و بعد ندیدم که درباره این شاعر ارتباطش با شاهنامه هم صحبتی بکنم. این فرد نویسنده گرانقدر هستند، عبدالرحمن شرفکندی به اسم هجار، که در سال 1300 تا 1369 زندگی کردند. ایشون نویسنده، مترجم، فرهنگ‌نویس و مفسر بودند. از جمله آثارشون و کارهایی که کردند ترجمه بوده، ترجمه فارسی به کردی، رباعیات خیام رو به صورت منظوم در آوردن و من در اینجا یک رباعی از ایشون میخونم. اول فارسیش رو میخونم که آشناتر هست و بعد کردیش رو هم ترجمه ایشون رو براتون میخونم. آن قصر که جمشید در او جام گرفت، آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت. بهرام که گور میگرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. ترجمه کردی اون: لو کشکو سرای در کجم جمی گرد، روی ترکی مزو ممز ارامی گرد. برام که همو جیانی خوی گوری ده گرد، دید به چه جوری گوری برامی گرد. و ترجمه هایی که ایشون کردن تنها از زبان کردی به زبان فارسی نبوده، بلکه از فارسی هم به کردی ترجمه کردن. مسوره اردلان اولی مورخ کرد زن هست، تاریخ اردلان رو نوشته و مستهجار اومدن این تاریخ رو از زبان فارسی به کردی ترجمه کردن. و همچنین نکته که قابل توجه هست، من وزین رو از کردی کرمانجی به کردی سورانی ترجمه کردن. برای این میگم قابل توجه هست، برای اینکه در زبان کردی این گویش ها یا لهجه ها به قدری متفاوت هست که بنا به پیشنهاد استاد گرامی زبان های کردی هم میشه اون گفت. و این مموزیم یک داستان منظوم عاشقانه کردی هست که میگن مثل رومئو و جولیت شکسپیر هست، یعنی میشه با هم مقایسش کرد. دیوان شعری دارن استاد هجار به اسم بو کردستان یا برای کردستان، و همونطور که براتون گفتم ایشون هم شخصیت کاوه رو در شعرشون یاد کردن. این شعر به صورت مثنوی هست، کمی طولانیه ولی من چند بیت رو از اون انتخاب کردم و برای شما میگم. و در حقیقت کاوه‌ای که ما در قسمت نخست شاهنامه میبینیم الهام بخش این شاعر گرانقدر و شاعران و نویسندگان دیگری هم بوده. چند بیت رو براتون میخونم به کردی. مم کاوا باکی هجدکور اسنگر بهیزوگور هفته کورین سر بری بو گر لسر دوامین کوری بو اگری جرگ زور بتینا توله درمانی برینا بو توله دستی لجیان شد دستی دا کتی اسنی کت به هر لبینی کر آلا زور حشامتی لحالا. و داستان ادامه پیدا میکنه و تا نهایت زنهاک از بین میره. و همونطور که براتون گفتم در این حوزه فرهنگ نوروز آدابی هست، فرهنگ هایی هست مشترکه. اهمیت نوروز در این منطقه رو من باید بهش تاکید بکنم و این شاعر همزمانی از بین بردن زهاب رو با نوروز میبینه. بنوی ججنی نوروز به ججن لخومن پیروز به، که این جشن نامش نوروز باشه و این جشن بر ما مبارک باشه. فرصت کم هست اما بعد نیست یک اشاره کوچکی هم بکنم به شاهنامه های کردی. افرادی هستن که شاهنامه های کردی رو تصنیف و جمع‌آوری کردن و البته همونطور که براتون گفتم شخصیت هایی که در شاهنامه داریم، حوادثی که در شاهنامه فردوسی داریم در اینجا هم به چشم میخوره. از جمله دو فردی که میشه به اسامیشون اشاره کرد، الماس خان کنوله ای هستند که اهل یک روستایی به اسم کنوله در استان کرمانشاه هستند و دیگری مصطفی گورانی هستند. و به هر حال همونطوری که میدونیم سنت شفاهی خیلی رایج بوده و مری بویس هم به هر حال در مقاله خودش به گوسان‌ها یا این
رابی ها اشاره میکنه. در زبان کردی هم گورانی وژ داریم. گورانی به معنای نغمه، گورانی وژ نغمه سرا. اینها داستان های شاهنامه رو در حضور شاهان یا حتی برای مردم عامی بیان میکردن و به هر حال به خاطر این شفاهی بودن و مکتوب نشدن اون مقداری سخت هست که ببینیم دقیقا در کجا این اساتیر همدیگه ملاقات کردن، التقاط پیدا کردن. اما به هر حال آنچه که مهمه حضور و وجود این شاهنامه های کردی هست که طبعا نیازمند تحقیق و بحث زیادی هست. اما باز به نکته که میخوام برگردم این هستش که اهمیت حوزه فرهنگی نوروز هست و برای افرادی مثل کردها این هویت ایرانی در زبان مادری محترم هست، این هویت ها رو در هم ادغام کردن و جامعه مکثر رو به وجود آوردن. و حالا من از جان عزیز درخواست کردم تصویری رو برای ما به اشتراک بگذارن، نمیدونم اگر امکان داشته باشه. تصویری هست که هنرمندی کشیدن برای ما و این تصویر خط و نقاشی هست. خود سیمرغ هم ما تا حدی اشاره کردیم، خیلی ممنونم جان عزیز، در شاهنامه در هفت خان رستم و اسفندیار به سیمرغ اشاره کردیم. در ادبیات حماسی و ادبیات عرفانی ما سیمرغ نقش پررنگی داره، اما برداشتی که من از سیمرغ دارم، سیمرغ وحدت هست در حین تکثر، بدنه ها جمع میشن و به سیمرغ تبدیل میشن. و کلام رو اینجا ختم میگم که این اثر تابلویی هستش که هنرمند معاصر ما جناب سیامک تدیون طهماسبی خلق کردن. ترکیبی هست از نگارگری گل و مرغ، نگارگری ایرانی گل و مرغ و همچنین تصحیب. این استاد بر خطهای مختلفی مثل نستعلیق، شکسته نستعلیق، سوز مهارت دارن. اونها بر اونها چویره هستن و اینها رو ترکیب میکنن و نمونهش میشه تابلوی سیمرغی که ایشون خلق کردن. باز هم از همه شما تشکر میکنم و تشکر ویژه از دکتر کشاورز گرامی. خیلی ممنون. خب خیلی متشکرم فیروزه خانم، واقعا عالی بود، دستتون در نکنه. چه نکات با ارزش و زیبا. این تصویری هم که نشون دادین رد پای مولانا هم توش بود، حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو، دیوانه شو آنگه بیا با عاشقان هم خانه شو، هم خانه شو. و واقعا همونطور که گفتین این سیمرغ دقیقاً تشکل اون تکثر هست در یک وجود اسطوره‌ای خیلی بزرگ. و می‌بینید که خود عطار هم اون سیمرغ وقتی میرسن به اصطلاح به اون قاف قربت، خود اون سیمرغ یعنی سی عدد مرغ، خودشون همون سیمرغ هستن. یعنی دقیقاً اینو با یک طرح شاعرانه فوق‌العاده پیچیده و زیبا به ما القا میکنه، یه جور چی میگن ذهنیت به اصطلاح تحلیلی شاعرانه که شما اونو با یه بخشی از وجودتون میپذیرید و درک میکنید. عرض کنم که این نکته زبانهای کردی هم فوق‌العاده جالب بود. من هیچ وقت به این، البته من چیزی زیادی درباره زبان کردی نمیدونم، ولی چقدر جالبه که ما بیاموزیم واقعا که این پیچیدگی های فرهنگی که وجود دارن در لایه های مختلف به اصطلاح قومیت هامون. خاطرم هست که شاید 3 سال پیش ما در 3 یا 4 سال پیش ما نمایشگاهی داشتیم از عکاسی های برجسته عکاس قومی معروفمون، دارم سعی میکنم اسمشون رو خاطر بیارم، و این نمایشگاه که 40 عکس داشت در خودش از 40 زن مختلف قومی در لباسهای خودشون و فرهنگ خودشون اصلا فوق‌العاده بود. یعنی اون تنوع رو که شما می‌دیدید خودش یه چیزی رو القا می‌کرد که ما درباره فرهنگ خودمون شاید به اون خوبی ندونیم.
عرضم به حضورتون فکر میکنم که فرصت خوبیه که ما یک حسن ختام خیلی عالی برای برنامه‌مون داشته باشیم. من خانم فاطمه حبیبی زاد که ما به نام نامی گردآفرید میشناسیم دعوت میکنم که تصویرشون رو باز کنن. سلام، خیلی خوش آمدین گردآفرید خانم. اجازه داریم که شما رو با همون گردآفرید خطاب کنیم؟ بله، ما حتی مادرم هم دیگه اسم شناسنامم رو فراموش کرده، برای که برای عمرم رو با همین نام زندگی. بسیار عالی. عرض کنم که من خیلی کوتاه درباره شون بگم که اتفاقا از نوشته ایه که خانم فیروزه دیانت درباره شما نوشتن. گردآفرید نقال نیز مانند گردآفرید شاهنامه خطرهای زیادی کرده، یعنی کارهای بزرگ بسیار به انجام رسید. بله. و به گفته خودش به دل تاریکی رفته است، چرا که سنت نبوده است که زنی به خانقاه ها و زورخانه ها برود و پای نقل نقالان بنشیند و مریدی کند. اما او این سلوک را از لحاظ رفتار، مرام و کلام طی کرده است. و خیلی خوشحالم که به تحصیلاتشون هم اشاره کردین که در گردآفرید در رشته میراث فرهنگی تحصیل کرد و با آمدن از اهواز به تهران با گروه‌های هنری و سپس با هنر نقالی میراث فرهنگی و معنوی این مملکت و همینطور با مرشد ترابی عزیز که من سالیان سال پیش در مشهد یک بار سعادت گوش دادن به نقالی ایشون رو داشتم و با ایشان کار کرد. در کارنامه گردآفرید دستاوردهایی چون تدریس، جمع‌آوری تومارهای کهن نقالی، سفر به نقاط مختلف ایران از جمله اصفهان، شمال خراسان و دیدار با بیتخانهای کرد و شاهنامه خانان بختیاری، تحقیق در کتابخانه ها و مطالعه آثار آکادمیک در زمینه فرهنگ عامیانه و شرکت ایشان در همایش ها و جشنواره های مختلف و تور آمریکا و همکاری با هنرمندان دیگری بوده، از جمله اگر که درست به خاطر داشته باشم با آقای شاهرخ مشکین قلم همکاری داشتن. و به هر حال و درباره کارهای خانم گردآفرید هم یک مستندی وجود داره، گردآفرید اولین زن نقال ایرانی. خب خیلی لطف کردین، من میتونم بیشتر از شما تعریف کنم ولی فکر میکنم ما از خودتون بشنویم از هر معرفی بهتر خواهد بود. اینه که برای ما بگین که اولا خیلی ممنون که دعوتمون رو قبول کردین، ولی برای ما بگین که برای امروز چه هدیه‌ای و تحفه‌ای برای ما دارین. عرض کنم که سپاسگزارم. درود بر شما. خیلی شادمانم در این جمع، واقعا جمع ویژه حضور دارم و به ویژه این که من الان بیش از 25 ساله که دارم به شاهنامه خدمت میکنم و از زمانی که شروع کردم در زمینه کارهای مرتبط با شاهنامه، چه پژوهشی چه آیینی، نمایش‌های آیینی مثل نقالی و البته خب شیوه های مختلف داستانگذاری در ایران رو من پژوهش میکردم، اما خودم در اجرا شیوه نقالی پهلوانی هم نقالی شناخته شده رو پیش گرفتم. از همون ابتدا نام استاد کتایون مزداپور رو میشنیدم در محافل ادبی و نمایشی و اسطوره شناسی و در مطبوعات اسمشون رو میدیدم و برای من یک شمایل ایشون رو به خاطر ندارم، اگر از نزدیک ایشون رو دیده باشم فکر نمی کنم، ولی همیشه در نظر من بودن و تصویر ایشون رو چه در روزنامه های آن زمان چه در محافل هم خوب می شنیدم و یک شمایل اساطیری، مثل همان اساطیری که خودشون کار می کردند و مرتب ایشون فعال بودن و چون این چیزی بود برای من، یک شمایلی بود در ذهن من خانم مزداپور، بی اغراق دارم میگم. و حالا بعد از اون همه سال من خوشحالم استاد عزیز که به واسطه این کتاب ارجمند من در خدمت شما هستم و دورادور من از شما الهام گرفتم، دورادور مطالب شما الهام بخش من بوده، یاری بخش من بوده، درس من بوده که در این مسیر چیزهای زیادی از شما یاد گرفتم. عرض کنم که برای امروز با توجه به اینکه اگر خاطرتون باشه ما قرار بودیم همایش این گرد همایی برای جشن مهرگان باشه یا در همون حوالی،
ما در این روزها خیلی خیلی درباره کاوه و قیام کاوه و فریدون و شکست طلسم هزار ساله ضحاک رو میشنویم. هزار سال یک روز کم، چرا یک روز کم؟ برای که قرار نیست ضحاک از کاملان باشه، اما کمتر از فرانک سخن گفته میشه، یا اگر هست مثل یک شهاب سنگی که بیاد و بره. فرانک خیلی مهمه، فرانک نقش اساسی رو داره در به بالندگی رساندن آن امید ایران و نقش اساسی داره در تغییر سرنوشت ایران. با توجه به زمانمون اگر اجازه بدید من بخشای از این رو، البته تأثیر گرفتم از تومار نقالی، اما تومار نقالی نیست، بیشتر حالت شاهنامه خانی است و روایت گونه طوری است تا نقالی. بسیار عالی. یک موزیک آروم میخوام زیر صدام بگذارم، امیدوارم صداش آزارنده نباشه، اگر که آزارنده است بفرمایید. نصیب کنم زیاد. به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. پژوهنده روزگار نخست، گذشته سخنها همه باز جوست. بپرسیدشان از کیان جهان، از آن نامداران فرخ مهان. که گیتی به آغاز چون داشتند، که ایدون به ما خوار بگذاشتند. چگونه سر آمد به بد اختری، بر ایشان همه روز گنداوری. بگفتند پیشش یکایک مهان، سخنهای شاهان و گشت جهان. جهان دل نهاده بر این داستان، همه بخردان و همه راستان. سرمستر داستان در نظر دوستان، داستان ما از آنجا آغاز می شود که خجست فریدون ز مادر بزاد. جهان را یکی دیگر آمد نهاد، همزمان در مرغزاری خرم و دلگشا. گاوی بر مای نام ز مادر جدا شد، چو طاووس نر به هر موی بر تازه رنگی دگر. ضحاک همچنان در کار جستجو، هیچ اثری از فریدون نبود. از آن سوی آبتین جوان، پدر فریدون به دست جلادان کشته شد و مغز سرش خوراک ماران ضحاک شد. خردمند مادر فریدون که دید چه بر سر شویش آوردند، افسرده غمگین به ناچار راه فرار پیش گرفت. فرانک بودش نام و فرخنده بود، به مهر فریدون دل آکنده بود. زنی بود آرامش روزگار، درختی کز او فر شاهی ببار. فرانک فریدون رو با آغوش کشید، داغدار و خسته دل و گریان و دوان. رفت به سمت مرغزاری که گاو برمایه آنجا بود. فرانک در پیش نگهبان مرغزار، خروشید و خون گریه کرد. بدو گفت کین کودک شیرخوار، ز من روزگاری زنهار دار. پدروارش از مادر اندر پذیر، از این گاو نغزش به پرور بشیر. سه سالش پدروار از آن گاو شیر، همی داد هوشیار زنهار گیر. نشد سیر ضحاک از آن جست و جوش، شد از گاو گیتی پر از گفتگو. فرانک احساس خطر کرد، دوان مادر آمد سوی مرغزار. چون این گفت با مرد زنهاردار، ندایی در دلم آمده ایزدی. همکنون باید فریدون را ببرم، باید او را از این خاک جادو شده دور کنم. شبم ناپدید از میان گروه، برم خوب رخ را به البرز کوه.
فرانک بچه در آغوش از آنجا هم گریخت. بشنویم از ضحاک، رسید به مرغزار با دیدن این شهره آفاق، گاو برمایه این دایه با وفای فریدون را به یک ضربت شمشیر بکشت. همه چهار پایان را به خاک و خون کشید، رفت به سمت منزلگاه فریدون. هرچه گشت ندید، خانه را به آتش کشید و برگشت به کاخ. فرانک رسید به آن بلند پایه هفت آسمان، به آن بلند بلند ترین، به آن بلند دارنده رازها، البرز کوه. زد به هزار تویش، تشنه گرسنه، خاک بر گیسوی انبوهش نشسته، زخمگین، چهره دژم، تن چاک، اندامش لرزان، غم بر دلش به سنگینی البرز، اما بازوانش به قوت ده بازو، فریدون سخت در برش. فرانک زنیست کارا در دگرگونی های جامعه خود. او نه تنها عهده‌دار حفظ جان فرزند خود است، که رسالت سنگین دیگری هم دارد، و آن پرورش و تربیت فردی پاک سرشت است که باید جهان را از شر بدی پاک کند. او می داند که دارد فرزندی می پروراند تا در آینده ای زود به قیام برخیزد و دوران ظلم و جور ضحاک را پایان دهد. اما آخرین و کلیدی ترین رسالت فرانک که آن را هم به سرانجام می رساند، تأیید حکومت فریدون است. آن میراثدار کیان ایران زمین، آن باطل کننده جادوی ضحاک، آن آورنده آیین مهرگان. فرانک هم برای وطن مادر است و هم برای فریدون و جوانانی چون فریدون. این زن دلیر در سراسر عمر خود برای تحقق آرمان‌های میهنش از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند. او با در امان نگه داشتن و محافظت فرزندش، سرنوشت ایران را تغییر می‌دهد. ما در شاهنامه برای نخستین بار نام ایران را از زبان فریدون می شنوید. آن هنگام که در البرز کو، در دل البرز کو سرگردان از آنجا، فرانک رسید به مغاری، صدایی شنید: ای زن بیا نزد من، به این مغار خوش آمدی. فرانک خوب نگاه کرد، دید پیریست پارسا. فرانک بدو گفت که ای پاک دین، من هم سوگواری ز ایران زمین، بدان کین گران مایه فرزند من، همی بود خواهد سر انجمن. ببرد سر و تاج ضحاک را، سپارد کمربند او خاک را. تو را بود باید نگهبان او، پدروار لرزنده بر جان او. پذیرفت فرزند او نیک مرد، نیاورد هرگز بدو باد سرد. چو بگذشت بر آفریدون دو هشت، ز البرز کوه اندر آمد به دشت. بر مادر آمد پژوهید و گفت که بگشای بر من نهان از نهفت، بگویم مرا تا که بودم پدر، کیم من ز تخم کدامین گوهر. فرانک بدو گفت که ای نامجوی، بگویم تو را هرچه گفتی بگوی. پدرت از دوده کیان بود، خردمند و گرد و بی آزار، نژادش از طهمورث دیو بند. پدرت مغز سرش خوراک ماران ضحاک شد. ستاره شناسان به ضحاک گفتند دیر نیست روزگار تو سر آید، به دست فریدون پسر آبتین. من نهانت کردم، روزگار به سختی و رنج گذشت، به بیشی گریختم. آنجا گاوی دیدم سراسر رنگ و نگار، تو را به نگهبان مرغزار سپردم، روزگاری دراز تو را پروری. اگر امروز چنین دلاوری و چنین ستبر بازو، از شیر آن گاو است.
سرانجام آوازه آن گاو به همه جا پیچید. من بیم کردم، تو را از آن بیشه بردم، گریختم به البرز کوه. زحاک آن دیو بدگوهر آمد و آن بی زبان مهربان دایی تو را به شمشیر کشت. فریدون چو بشنید بکشاد گوش، و گفتار مادر برآمد به جوش. دلش گشت پر درد و دل پر زکین، به ابرو ز خشم اندر آورد چین. گفت ای مادر ای پرهنر مام، شیر دلیر نمی گردد مگر به آزمایش. کنون باید دست به شمشیر برد و کار جادو پرست را یک سره کرد. من فرمان یزدان پاک را می پویم، سوگند به روان طهمورث دیو بند، سوگند تا دفع آن شر نکنم نخواهم نشست. چه میگویی فرزند؟ هزار هزار مرد به فرمان ضحاکند، اراده کند از سرزمین های دور دور خدمتش آیند. این رای نیست، جوانی و سرمستی سرت به باد میدهد. صبر کن تا راه و چاره کار بیابی، صبر کن تا زمان درستش. ببینیم قیام کاوه آهنگر، ساخت گرز گاوسر به فرمان فریدون، روانه شدن او به سوی طلسم ضحاک و کاخ ضحاک و سرانجام شکست طلسم ضحاک. شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر. گردافرید خان، واقعا که چیزی ندارم بگم، همین خودتون گفتین دیگه، یعنی اصلا زنده باد، زنده باد، دمتون گرم. امیدوارم که به این گفته ها، این اجراها موفق و پیروز باشید و افراد زیادی، خصوصا از جوانهای ما، از جوانهای ما، از جوانهای مثل جان که دارن به ادبیات فارسی فکر میکنن، از اینها بهره بگیرند و واقعا چه گنجینه‌ای هستن این اسطوره ها و چه زیبا شما این رو برای ما بیان کردین، به دلمون نشست. منتظریم که انشالله در زمانهای شادتر، در جاهای که دور هم هستیم، شخصا صدای زیبای شما و اجرای فوق العاده زیبا و دلنشینتون رو از نزدیک ببینیم. من که خودم انقدر در حال شور و هیجان کار شما هستم، همینجوری میخوام این صدا رو نگه دارم برای خودم، ولی میدونم که دوستانی که رو خط هستن ممکنه سوالاتی داشته باشن، یا شاید اونها هم دارن فکر میکنن که این صدا رو با خودمون ببریم و این گفتهای چه برنامه واقعا فوق‌العاده‌ای بود. خانم دکتر مزداپور، خانم دکتر دیانت و گردافرید عزیز، واقعا فوق‌العاده بود و ما یک بار دیگه دیدیم که زنهامون ایستادن روی این قله ها و دارن بهترین کارها رو انجام میدن. خانم از خود، من ارادت خودم رو دوباره خیلی جسارت کردم خدمت شما و باید پیشا پیش رخصت میگرفتم خدمت از خدمت شما. به هر حال سعادتی بود که امروز رو در خدمت شما بودم. خیلی ممنون که لطف کردید و بودنتون و شنیدن صداتون بسیار درنگیز و دلپذیره، مخصوصا که یه خاطر است مرش ترابی رو هم همیشه شما به ما برمان نگه داره و برای فرهنگ ایران. سپاسگزارم. سلامت باشید. خب ما توی question and answer فقط تشکر داریم، هم از صحبت‌های بسیار عالی، هم از اجرای فوق‌العاده زیبای خانم گردافرید. من میخوام یه سوال از خانم دکتر مزداپور بکنم با اجازتون، چون این امکان برام فراهم، اینجا هستم شما را دارم. شما اگه که لطف کنیم برای ما یه کمی بگین از اینکه چطور
به طرف آموختن این زبانها به اصطلاح جلب شدین؟ چون همونطور که گفتین متاسفانه اون برخوردی که مثلا با سانسکریت یا با لاتین بوده از نظر آموزشی با این زبانها وجود نداشته و اکثرا فقط افراد متخصص هستن که با این زبانها سر و کار دارن. این که شما چطور به فکر انجام تحقیقات افتادین و از کجا این مسیر رو شروع کردین؟ یعنی از چه جهتی وارد این رودخونه شدین به اصطلاح؟ حقیقتش این هست که یک جوان خیلی نازنینیم همین سوال از من کرد من دکتر و جوابش در واقع بر منم روشن نیست. عرضم به حضورتون که در آن زمان هم جایی به نام انجمن فرهنگ ایران باستان رو فرنگیس خانم یگانگی دختر ارباب که خسرو شاهرخ و همکاران دیگه را انداختن. من وقت دانشجو بودم، دانشجوی دوره لیسانس، و یه روز که ازم اونجا رد می شدم رفتم ثبت نام کردم و در اونجا خب استاد علی اکبر جعفری خدا بیامرزتش بعد از چند مدت البته آمد شد معلم عروسای ما، یه مدت 5 سال اونجا عروسان می خوندم. بعد رشته فرهنگ و زبانهای باستانی به شکل زبانشناسی و زبانهای باستانی باز شد و جوانان و استادانی که اون زمان جوان بودند 50 سال پیش آمدند و این رشته رو باز کردن. من اونجا فوق لیسانس و دکتریمو گرفتم و بعد پیش به فرهنگستان دکتر کیا بهار منو اونجا معرفی کرد، اونجا من خوش مهرداد بهار و اونجا کردم به کار و به هر حال این شد کار من، هم این رشته کار کن و هم درس بخون و هم شغل ما هم نوشتن بود. ولی کن الان چندین جا هست که رشته فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه درس میده و کسانی هستن که در اونجا دارن تحقیق میکنن. البته من چون زبانشناس هستم در اونجا آموزه های قبلی رو هم داشتم، این بر من خیلی جذاب بود. ولی به هر حال هم اتفاق بود و هم این جریان عمومی کشوری و الان هم بچه هایی کار میکنن هم در ایران هم در خارج از ایران تعدادشون زیاده و رشته فرهنگ و زبان باستانی رو دارن در زمینهای مختلف کار میکنن. لطفی که شما هم دارید خیلی دلپذیره برای اینکه امکان تداوم این کارا رو فراهم میکنه. و خانم دکتر همین جا باید شاهنامه هم در دلوقت... بله من همین جا باید یه قول از شما بگیرم که در آینده نه چندان دور برای ما درباره زنان در شاهنامه صحبت کنیم که ما یه بار دیگه هم این بهانه رو داشته باشیم که هم به شما گوش بدیم هم خانم گردافرید رو دعوت کنیم، که من الان یک سوالم از ایشون دارم و واقعا این زنان شاهنامه شناخته شده نیستن. این سیندخت اولین به اصطلاح پیکی که میره صلح ایجاد کنه بین دو ملت، خود گردآفرید، فرانک که الان به این زیبایی نقلشو انجام دادن، اینا این زنها شناخته شده نیستن. شاید واقعا شناخته شده ترین خود گردآفرید باشه و یا تو داستانهای عاشقانه البته منیژه بیژن و منیژه و غیره، ولی حیف هست که ما این گنجینه ها رو نشناسیم و اینه که من این قول از شما میخوام بگیرم اینجا که در فرصتهایی در آینده بیایم و از شما خواهش کنیم که صحبت کنین بر ما درباره زنها در شاهنامه. و از شما گردآفرید جان یه سوال دارم خدمت شما، و اینکه این نقالی خب در اطرافش اصلا یک فضای خیلی گسترده ذهنیه به اصطلاح آموزش از فرد به فرد، حتی حالت مریدی مرادی و غیره در جریانه و این خیلی فضای مردانه ای هست، حتی در مراحلی که البته خب عرفان و تصوف که می‌دونید در ایران خیلی گسترده بوده و در این به اصطلاح طریقه های عارفانه،
زنها حضور داشتن ولی خیلی کم بودن افرادی مثل مولانا که مثلا گویا در بعضی از چرخ زدنهاشون زنها هم شرکت میکردن. اکثرا در این خانقاه ها کاملا زنها در یک قسمت جدا و مردها در قسمت جدا شرکت داشتن. شما برای اینکه این از این دیوار عبور کنین واقعا باید خیلی سطح‌های مختلف سر راه می‌داشتین. میتونین برامون یک کمی در این باره بگی؟ عرض کنم که داستان خودش توماره. عرض کنم که بله درست می‌فرمایید. بماند حالا یک زمانهایی به غرض آمدن نوشتن که نه زنان در زمانی که من شروع کردم که بودن و فلان، ولی واقعا خودتون میدونید در طی قرنها زنان در جامعه جنس دوم بودند. الان در این تقریبا این اواخر هست سال چند دهه اخیر که اتفاقات فرخنده‌ای رخ داده، ولی به خصوص فضاها و محافلی چون قهوه خانه، زورخانه و خانقاه و البته اینها آدم‌های اهل سیر و سلوک مخصوص خودشون هستند بودند و من متوجه شدم. خب دانشجو بودم، دانشجوی میراث فرهنگی، اتفاقا شما امروز یاد کردید از محمد میرشکرایی استاد مردم شناسی، ایشون استاد من بودن و در دانشگاه و خب چیزهای آموختم از شیوه های در واقع آن مطالعات مردم شناسی و چگونه در بین مردم رفتن و ولی در نهایت معلم خودم خودم بودم، مربی خودم خودم بودم، راه رو خودم پیدا می کردم و البته که راه خودش من رو با خودش می برد و احترامی که من می گذاشتم به آیین و سنت های این افراد. اگر وارد زورخانه می شدم یعنی به جایی رسید این حضور من بین این افراد که وارد زورخانه که شدم برای اولین بار به خاطر ورود زنگ زورخانه زنگ زدم. بح بح. این خیلی اتفاق استثنایی است و در خانقاه زمانی که من آنقدر به سلوک اینها چگونه بشینم، چطور لباس بپوشم، چطور حرف بزنم که اعتماد بکنن و من رو وارد حلقه خودشون راه بدن در خانقاه، نه به دلیل آن حالا اون آیین‌های فرقه‌ای می‌رفتم، برای که این چند نفر مرشدی که می‌رفتم در خانقاه بودن و پیر آن در واقع سرسپردگان بودن، پیر آن دراویش بودن و تاج بر سر می‌گذاشتن، تاج مخصوص خودشون بر تخت پوست می‌نشستن. این تخت پوست یعنی تخت پادشاهی بین آن مریدان و وقتی که یک روز بود که من وارد شدم و مریدان دور اینها نشسته بودن، اون حضرت آقای مرشد گفت، یعنی وارد که شدم من اونجا جایی بود که واقعا خجالت کشیدم از این اتفاق، گفت حضرت آقای گردآفرید بلند شد و من وارد شدم و بلند شد و گفت تو روی تخت پوست بشین. یعنی ببینید خودم اونجا فکر کردم چقدر من تونستم مثل قطرات آب نفوذ بکنم، احترام بذارم به از نظر حالا این یک خودش درس مردم شناسیه، چطور وارد یک قومی، یک قبیله، یک فرقه، یک مجمعی بشی که بتونن بهت اعتماد بکنن. این در یه روز دو روز به دست نیومد. من یه روز دو روز، یه سال دو سال نتونستم اعتماد مرشد ترابی رو جلب بکنم، خیلی بد اخلاقی میکرد منو که جایی اصلا اعتماد نداشت، ولی به جایی رسید که اساش رو، تومارهاش رو و هر آنچه که در حافظش داشت به من انتقال داد و اون حکم، اون یا به اصطلاح خودشون حکم نقال، نخستین زن نقال که نوشتن، چهار مرشد رو امضا کردن و حالا پیش مادرم نگهداری میشه. یعنی میخوام بگم به این سادگی نبوده. یعنی خودتون یه اسطوره هستید. اشک‌ها ریختم، رنج‌ها کشیدم، مریض شدم. من بودم و یک کوله پشتی از این و فقط در تهران و شهر ری نمیگشتم. نه فقط در هر کجا که معرکه بود یا پردخانی بود یا نقالی بود، نه فقط در خانقاه ها و زورخانه ها و قهوه خانه ها، در کتابخانه ها، در فیلمخانه ها. بعد شروع کردم دهگردی در مناطق مختلف ایران و
خود بلدچی ها محافظ من شدن، خود اهالی منطقه، اهالی روستا پذیرای من شدن، به خانه هاشون میرفتم و خب زن جوانی داره میاد، زن او میتونست ناراحت بشه موضوع چیه، ولی زنان اونها به من احترام میگذاشتن، زنان اونها پذیرایی میکردن. یعنی ماجرایی است خودش مثنوی 70 من. خب همون دیگه، شما خودتون اسطوره شدین. گفتم که ما البته همینجا میخوام نگهتون داریم. حالا عرضم این چیزی که شما گفتید، چون خودتونم به این اشاره کردین که راه به آدم نشون میده، من یاد یه ربایی افتادم که به عطار منسوبه: در راه تو از خیش برون باید رفت، از پای فتاده سرنگون باید رفت. تو پای به راه در نه و هیچ مگو، خود راه بگویدت که چون باید. زنده با. و واقعا با این بزرگانی که ما داریم، این چراغ‌های روشنی که فراروح داریم، هرگز راه گم نخواهیم کرد. یعنی ما ایران رو دارم میگم خدمتتون، از همه شما عزیزان، خانم کتایون نازنین، دکتر مزداپور، خانم فیروزه خانم که انشالله بازم میبینیم هر دو رو، و شما گردافرید عزیز که واقعا حسن ختام فوق العاده زیبایی برام گذاشتین، سپاسگزاری میکنم. و بر این، با این ربایی عطار، دوستان رو همه رو به خدا میسپاریم، به امید دیدارهای خیلی زود در برنامه‌های آینده. از جان عزیز خیلی خیلی تشکر میکنم که سر موقع تمام برنامه ها رو انجام داد و چقدر خوشحال بود که برنامه رو امروز به فارسی میشنوه. خب دوستان عزیز، خواهش میکنم، از لطفتون ممنون، از محبتتون، از اینکه ما تونستیم همه رو ببینیم و حضور شما باشیم. و دوستان عزیزی هم شما گوش دادن و مطمئنم که خیلی لذت بردن. ما این برنامه رو ضبط میکنیم و در به همه تون خبر میدیم که چنانچه لازم داشته باشین بتونین راحت از کانال یوتیوب ما استفاده کنین براش. خدا نگهدار، به امید دیدار خیلی زود. سلامت باشید، زنده باشید.